میده. اطلاعاتش اینه، در حالتی که نمودار صاف و بدون انحنا باشه میشه فهمید که نوع حرکت، حرکت با سرعت ثابته. چرا؟ چون همونقدر که، حالا روی این صافه نشونش بدم، همونقدر که در هر زمان میگذره ثانیه بعدی هم همونقدر میره جلو، ثانیه بعدی هم همونقدر میره جلو. خب پس این یعنی در هر ثانیه مقدارهای مساوی داره جابجا میشه، پس این سرعت ثابت. خط دیدی تو مکان زمان سرعت ثابت. خط صاف دیدی اینجوری افقی، هیچی دیگه، زمان داره میگذره ولی سر جاش وایساده، اصلا تکون نمیخوره. اوکی. و دیگه چی؟ شیب نمودار هم آخر نهمیم دیگه، معادله خط ان خوندین. معادله خط شیب نمودار رو میگه، یعنی چی؟ عمودیا به افقیا. پس دلتا ایکس به دلتا تی، یعنی عمودیه به افقیه سرعتشو بهت میده. این که شدم تعریف سرعت خودمون. آره دیگه، چی میخواستیم پس؟ دلتا ایکس به دلتا تی که تعریف سرعت بود، اینجا میشه عمودی به افقی که میشه شیب نمودار. این سرعت ها رو بهمون میده. اینو یه بازی باش بکنید، سوال آسونیه. تو کدوم باز مورچه در جهت محور ایکس حرکت میکرده؟ کی محور ایکس رو داره همجور به سمت مثبتاش میره؟ بازه 2 از 0 تا اینجا 8. بعد 8 تا 12 هم که وایساده. 12 تا 14 برگشته، داره در خلاف جهت میاد. از 14 تا 18 هم وایساده. سرعتاشو چجوری پیدا کنم؟ جا به جایی به زمان دیگه. مثلا این بازه 2 ثانیه 12 تا 14 40 اومده رو 20. ثانویش 20، اونی که گفتی که دلتا ایکس میشه ثانوی منهای اولیه اینجاست. ثانویم 20، اولیم 40. پس من منفی 20 اومدم پایین. زمانم چقدر بوده؟ 2 ثانیه. سوال متوسط به دست میارم، منفی 20 تقسیم بر 2 میگم منفی 10. یعنی در جهت منفی محور ایکس پایینی اومده. اینجا سرعت چند تاست؟ 2 4 6 8 ثانیه است. 40 متر هم از 0 تا اونجا رفتم، یعنی ثانویه میشه 40، منهای اولیه که از 0 میشه 40 متر تقسیم بر 8، این میشه 5 متر بر ثانیه. حله. این دیگه کلیت این داستان. بریم پایین، نمودار سرعت زمان هم میبینیم. نمودار سرعت زمان اگه ما حرکت سرعت ثابت بررسی میکنیم که 98% مواقع سرعت ثابت بررسی میکنیم، یه خط دیگه، سرعت بر حسب زمان یه خط صاف، اینجوری تا ابد همین سرعت رو حفظ میکنه. اگر نه، سرعتشو داره عوض میکنه، خب باشه، یه تیکه با یه سرعتی اومده، یه تیکه دیگه با یه سرعت دیگه، یه تیکه با یه سرعت منفی، یه تیکه دوباره دور مثبت شده. تو بازه های زمانی که رفته سرعتش رو، عددهاش رو اینجوری نشون میدم، میکشم میگم این 5 ثانیه رو با 2 اومده، این 3 ثانیه رو با 1 اومده، این 10 ثانیه رو منفی برگشته، اصلا اینجا بوده مثلا. کلیتش نمیبینیم تو سوالا، نگران نباشید. بریم به ادامه. شتاب تعریف داره تغییرات سرعت به زمان. یه نکته مهم اینجا داریم، گفتیم که حرکت یک نواخت توش عدد سرعت ثابته. مثلا داری دور میدون میچرخی، خب یواشتر توضیح بدم به تست نمیرسیم، میخوایم تو تستا اونجا یواش توضیح میدم. اینا رو میخوایم سریع رد کنیم، چون فقط یه مرور رو نکاته. اگر مشکل دارید حتما فیلم رو تکرار ببینید، یا دور جامعه که حالا دیگه مفصل بوده و خیلی یواش یواش. در جهت ایکس هم که یعنی در جهت ایکس دیگه، بله. خب سرعت جهت داره، تندی جهت نداره. پس من اگه دور یه میدونی دارم دور میزنم، دارم دور میزنم، یعنی اینجوری صاف نمیرم که هی اینجوری میچرخم دیگه. دور زدن یعنی چی؟ یعنی چرخیدن. این جهتی که دست من گرفتم که داره میچرخه، که داره تکون میخوره، پس جهت ثابت نیست. پس قطعا تو حرکت دور میدون شتاب داری، حتی اگه عدد سرعتت ثابته، یعنی تندی ثابته. با ماشین سرعت رو یه جا نگردشی رو 80 تا مثلا داری، 80 تا که نمیشه دور میدون دور زد، دروغ گفتم، با 40 تا 20 تا اینطورا داری، با 40 تا اینجوری ثابت عقربه رو کیلومتر شمار کیلومتر شمار ماشین مونده، تندی لحظه‌ای بود دیگه، داری با اون دور میدون دور میزنی، داری دور میزنی، داری تغییر جهت میدی تو هر لحظه، پس حتما شتاب داری. اینو حرکت شتاب دار داشته باشید. خب این پس شتاب دار حتما اینجا گفتم، بنابراین اگه اندازه یا جهت یا همزمان اندازه و جهت سرعت تغییر کنه، حرکت غیر یک نواخته، شتاب داره. اندازه، جهت یا همزمان هر دوش. برای مقایسه تغییرات سرعت و دستوران معیار مناسب جهت سنجش این تغییرات میگیم شتاب. به چی میگیم شتاب؟ تغییر سرعت در واحد زمان، چقدر تغییر کرده سرعتت؟ گاز دادی زیاد شده، خب یا
یه تغییر مثبتی کرده تو یک مدت زمان دیگه. ترمز کردی، سرعتت کم شده، وایسادی، خب یک تغییر سرعتی داشتی که کم شده، یعنی منفی بوده، سرعتت رو کم کردی، ثانویت از اولیت کمتره. تقسیم بر این مدتی که این کار انجام شده، اینم میشه شتاب. خیلی خوب، اینم که باز قید کردیم، لازم به تذکره که حرکت با تندی ثابت اندازه سرعت ثابت باشه، ولی مسیرت غیر مستقیم باشه، اینجوری جهت داشته باشه، دور بزنی، هر کاری بکنی،